درود بر هنرجویان عزیز، در ادامه مطالب گذشته در این جلسه در مورد تکیه یا اشاره میخوایم صحبت کنیم. علامتی که ملاحظه میکنید که علامت تکیه هست، هرگاه بین دو نوت همنام یا نوتهای غیر همنام واقع بشه، ما بعد از نواخت نوت اول اشاره ای به نوت بالاتر خواهیم داشت به شکل زینت و بعد نوت دوم اجرا خواهد شد. در درسی که الان براتون اجرا میکنم، مبحث تکیه رو همچنان داریم و اینکه نوت‌های بیشتری تحت خط اتحاد هستند. باید به این نکته توجه کنید که و همونطور که میدونید نوت‌هایی که زیر مجموعه خط اتحاد هستند رو با یک نفس باید اجرا بکنید. کسر میزان این درس هم 2-4 هست که من خدمتتون اجرا میکنم. در درسی که خدمتتون اجرا کردم، در میزان دوم اگر دقت کنید نوت می داریم، دو نوت ر داریم و نوت دو که بین دو نوت ر علامت تکیه آورده شده و این 4 نوت زیر مجموعه خط اتحاد هستند. به این صورتی که ابتدا در ضرب اول باید اون 4 نوت دولچنگ رو اجرا کنید که تکیه هم بین دو نوت ر هست. به این صورت نوت می رو می نوازید، نوت ر، یک اشاره سریع به نوت می که علامت تکیه‌مون است، نوت ر و نوت دو. چون نوت دو لاچنگ هست، سرعت تکیه‌مون نزدیک میشه به نوت‌های اصلی. باید دقت کنید که کشش ها رو در ضرب رعایت کنید. مجدد اجرا میکنم. در میزان بعد دو اشاره به بین دو نوت ر اومده که کشش چنگ دارن و با خط اتحاد به نوت بعدی متصل شدن، یعنی متحد شدن در حقیقت، که نوت ر هست. به این صورت اجرا میشه. یعنی بعد از اجرای نوت اصلی می اول یک اشاره سریع به نوت فا خواهیم داشت، مجدد نوت می، مجدد به نوت فا یک اشاره خواهیم داشت و بعد نوت ر با کشش سیا رو میزنیم. در اینجا تمرینی براتون اجرا میکنم که در سرکیله اون نوت فا دیز آورده شده
یعنی شما دیگه فا به کار اجرا نمی کنید، بلکه از نوت فا دیز باید استفاده کنید. این نکته حواستون باشه. در اینجا برای اینکه تنوعی هم ایجاد بشه و برای شما لذت بخشتر باشه، من یک تصنیفی رو اجرا میکنم به نام عشق تو آتش جانان که احتمالاً به گوش شما آشنا باشه، از تصانیفی که استاد شجریان هم اجرا کردن و در دستگاه ماهور هست. حالا بعدها با دستگاه ها آشنا خواهید شد. کس میزان این درس 6-4 هست، یعنی 6 ضرب در هر میزان وجود داره که در اینجا ابتدا 2 ضرب سکوت وجود داره اول قطعه که باید توجه داشته باشید که رعایت کنید. 1-2 درسی خدمتتون اجرا کردم. ضرب سیاه رو با مترونوم 75 اعمال کردیم و سرعت قطعه به این صورت هست که اگر خواستید شما هم اجرا کنید با مترونوم 75 رو در نظر بگیرید.